عزیزان وقتتون بخیر باشه. غالبا توصیه میشه که بچه های کوچیک رو از 4-5 ماهگی از اتاق خواب والدین جدا کنن. در این ویدیو با ما همراه باشید، از نظر عملی چه کارهایی باید انجام بشه. همونجور که میدونید اگر چنانچه بچه ها موفق بشن در اتاق جدا بخوابن و یک خواب طولانی حداقل 5 ساعته و عمیق رو در شب داشته باشن، باعث میشه در فردای اون روز سرحال باشن، خوش اخلاق باشن، غذای بهتری بخورن و انرژی بیشتری داشته باشن. و اگر چنانچه این اتفاق نیفته و شب تا صبح قرار باشه که بچه ها کنار مادر باشن و شیر بخورن و هم خودشون نخوابه هم مادر نخوابه، طبیعیه که فردای اون روز هیچ کدوم از این دو نفر انرژی لازم رو برای کار کردن و فعالیت‌های روزمره ندارن و تبدیل میشه بچه داری به یک فرایند فرسایشی بسیار خسته کننده. بنابراین توصیه میشه که تا جایی که ممکنه از 4-5 ماهگی بچه ها رو سعی کنن که از اتاق والدین جدا کنن و به اونها یاد بدین که اگر چنانچه خودشون شبها بیدار شدن، باید خودشون دوباره تلاش کنن و به خواب برن و احتیاج به کمکی نداشته باشن. اما اگر چنانچه در این زمان تا 6 ماهگی موفق نشید این کار رو بکنید، به علت بروز طبیعی اضطراب جدایی از والدین برای بچه ها عملا راه سختی رو تا حدود 18 ماهگی ممکنه در پیش داشته باشید. بنابراین بهتر هست در زمان مناسب اقدام به این کار بکنید. اول زمانی که این کار رو میکنید یادتون باشه زمان برای بچه ها اگر قانونی گذاشته میشه برای خوابشون و برای جداسازی، اون قانون یک قانون کاملا ثابت و در هیچ شرایطی نباید تغییر بکنه و اجازه بدین که دوباره بچه برگرده به اون. و همچنین خواب بچه ها رو سعی کنید مقدمات لازم رو براشون داشته باشن، به این صورت که محیط آروم باشه، اتاق از نظر نور کافی باشه و تا جایی که ممکنه اتاق بچه ها رو خلوت نگه دارید. وجود اتاقی پر از عروسک، پر از سایه های وحشتناک در شب برای اونها ممکنه اصلا خوشایند نباشه و امکان یک خواب خوب رو براشون نداشته باشه. از نظر عملی معمولا توصیه میشه یک مدت 1 ماه رو برای این کار در نظر بگیرید و اون رو به صورت 4 مرحله 1 هفته‌ای اجرا کنید. اگر چنانچه در هر هفته موفق شدید اقدامات اون هفته رو انجام بدید، به هفته بعدی میتونید منتقل بشید و در واقع فعالیت‌های هفته دوم و بعدی رو انجام بدید. و اگر چنانچه بنا به هر دلایلی موفق نشدید 1 هفته رو پشت سر بگذارید، بهتره که در همون هفته بمونید تا اینکه بتونید موفق باشید اون هفته رو به صورت کامل پشت سر بگذارید. خاطرتون باشه زمانی که روی جداسازی بچه‌ها دارین کار می‌کنید که اونها تنها بخوابن، سعی کنید تمرکز فقط روی همین باشه و عملا آموزش دیگه‌ای رو به بچه‌ها در این زمینه ندید تا اینکه اونها بتونن یادگیری خوبی رو به اجرا بگذارن. در هفته اول معمولا سعی کنید که بچه‌ها خواب روزشون رو در اتاقی که براشون در نظر گرفتید به عنوان اتاق کودک انجام بدن و فعالیت‌هایی رو که بچه‌ها دارن رو اکثرا در همون اتاق انجام بدن. حتی تغذیه بچه ها، حتی بازی بچه ها در همون اتاقی باشه که انجام میشه و حتی خانواده اگر شده در همون اتاق غذا بخورن تا بتونه محیط دلپذیر رو برای کودک ایجاد کنه. و زمانی که هفته اول رو پشت سر گذاشتین، در هفته دوم باید هم خواب روز هم خواب شب رو در همون اتاق برای کودک انجام بدید. و یکی از فعالیت‌هایی که لازم هست مادر یا یکی از مراقبین انجام بده اینه که پایین تخت کودک در واقع محلی باشه برای آسایش و خواب فردی که قرار از کودک مراقبت کنه، در این حال که تا جایی که ممکنه در زمانی که در شب بیدار میشن کودک رو بغل نکنید، دست نوازش نداشته باشین، خصوصا شیردهی نداشته باشین. تنها کودک حضور شما رو در کنار خودش در هفته دوم
شبها احساس بکنه. و در هفته سوم در واقع زمانی میرسیم که این جداسازی باید به صورت کامل اتفاق افتاده باشه و دیگه مادر یا هر کدوم از مراقبین کودک در کنار کودک جا ننداخته باشن و در واقع اونجا دراز نکشن کنار تخت کودک. و زمانهایی رو که احساس میکنید که کودک ممکنه بیدار بشه به صورت پیشبینی در واقع حضور پیش از موعد داشته باشین در اتاق تا زمانی که کودک بیدار میشه و سرصدایی میکنه در واقع حضور شما رو اونجا احساس کنه و احساس امنیت داشته باشه. و این روند در واقع بدون شیردهی باید باشه و به هیچ عنوان نباید این مقاومت شکسته بشه و مادر اقدام بکنه به شیر دادن به هر دلیلی. و در هفته چهارم هم تمام اوقات خواب کودک در اتاق خودش باید باشه و اگر چنانچه در هر کدوم از این هفته ها موفقیت نداشتید در همون هفته بمونید. اگر چنانچه در واقع تصمیم گرفته شد که این اقدامات در این چهار هفته انجام بشه، بهتر تغییر محل زندگی در این یک ماه رو نداشته باشید. به عنوان مثال مسافرت نرید، مهمانی نرید یا منزل در واقع اقوام نزدیک نرید و این قانون رو برای کودک به هم نزنید تا جایی که مطمئن بشید که در واقع کودک این قانون رو پذیرفته. و بعد از اون هم زمانی که این قانون اجرا شد و موفق شدید، تحت هیچ شرایطی نباید برگردین به عقب و کودک رو دوباره به هر دلیلی وارد اتاق خواب والدین بکنید و در واقع این رو به عنوان یک استثناء برای کودک در نظر بگیرید. بسیار اهمیت داره که در همون زمانی که دارید آموزش خواب به کودک میدید، فقط آموزش خواب به کودک بدید و روی بقیه آموزش‌ها تمرکز نکنید تا بتونید بیشتر موفقیت رو داشته باشید. چنانچه عزیز دارید که مشغول مراقبت از کودکشون هستن، اطلاعات این ویدیو رو به اونها اشتراک بگذارید و همچنین از مشکلات خوابوندن و جداسازی کودکانتون بر ما کامنت بگذارید. ممنون از توجهتون.